خب به نام خدا با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم دوستان در این ویدیو احوال پرسی رو بهتون یاد میدم دلیل اینکه این ویدیو رو خواستم درست کنم این بود که تو خیلی از ویدیوهای اساتید دیگه اطلاعات رو کامل ندیدم این بود که متوجه شدم با خیلی چیزا هستش که باید گفته بشه و گفته نمیشه و یا اطلاعی ندارن و نمیگن این بود که تصمیم گرفتم این ویدیو احوال پرسی رو بگم بهتون چیزایی که تو این ویدیو توضیح میدم رو مطمئنم تو هیچ ویدیوی دیگه ای پیدا نخواهید کرد و اطلاعاتی که اینجا بهتون میدم خیلی مهمه یه سری اطلاعات فرهنگی هستش که شما باید بدونید مخصوصا تو مواردی مثل احوالپرسی که اولین ارتباط زبانی شما با مردم ترکیه هستش زبان فقط کلمات و معانی آنها نیستش بلکه اون فرهنگی که در استفاده از اون کلمات وجود داره هم باعث میشه که شما رو یه قدم جلوتر و یا ده قدم عقبتر بندازه در اینکه مورد قبول اون گروه از شخص از اشخاص مخاطبی که در مقابلشون هستید قرار میده شما رو خب بریم سراغ توضیحاتی که میخوام بدم با سلام شروع میکنیم مرحبا مرحبا خب معمولا این کلمه خب معنی سلامه اه، مرحبا درست وقتی که صدای ا خونده میشه حرف دوممون ه هم حرف ه هم حتما خونده میشه ولی تو مکالمه های روزمره مرابا هم میشنوید <applause> که اون هم بدین صورت هستش وقتی این حرف دوممون صدای ا میده ه خونده نمیشه مثلا خیلی حالت دوستانه شاید بشنوی طرف میاد تو و میگه مرا با این هم تلفظ دومش هستش سلام سلام بازم معنی سلام رو میده سلامون علیکم سلامون علیکم علیکم سلام خب این همون سلام علیکم خودمونه این هم علیکم سلام خودمونه حالا چرا من اینارو رو اینجا آوردم علتش اینه دوستان اگر شخصی به شما گفت مرحبا شما هم بگید مرحبا اگه گفت سلام بگید سلام اگه گفت سلامون علیکم شما هم بگید علیکم سلام دلیلش اینه کسی که میاد و میگه سلام علیکم و یا میگه سلام داره عربی سلام میده به شما خب یعنی داره به شما اینو داره میگه من یک آدم مذهبی هستم وقتی شما در جواب سلام و یا سلام علیکم بگید مرحبا انگار شما داریم به ایشون میگید که من مذهبی نیستم و یه حالتیه که اونو انگار دارید ریجکت میکنید اصرار دارید که بگید شما سلام مذهبی اون رو به حالتی که اون دوست داره جواب نمیدید یعنی دارید اشون رو پس میزنید خب بعد این موردی بود که واسه خود من هم پیش اومد واسه دوستانم هم پیش اومد در جواب سلام وقتی گفتیم مرحبا یک سوء تفاهمی پیش اومد و این خیلی مهمه که اینو بدونید چون مردم ترکیه حواسشون نیست که اون حساسیت های فرهنگی که در فرهنگ مکالمه اونها وجود داره ممکنه چیزی باشه که ما خارجی ها ازش خبر نداشته باشیم پیشنهاد من به شما اینه اگه کسی گفت مرحبا شما هم بگید مرحبا اگه این ستا رو گفت شما هم مطابق با همینا جواب بدید اگه گفت سلام علیکم شما هم بگید علیکم سلام وگرنه بینتون سوء تفاهم به وجود میاد اینه که گفتم اینو حتما بدونید گنایدن گنایدن یعنی صبح بخیر معمولا صبح ها به جای مرها با از گنایدن استفاده میکنن گن یعنی روز آیدن یعنی روشن گنایدن گنایدن یعنی صبح به ای گنلر ای گنلر. یعنی روز به خیر. این هم یک جور سلام رسمی هستش معمولا پشت تلفن استفاده میشه و یا تو صحبت رسمیشون فرضا از در میان تو میگن ای گنلر و این حرفا ولی ای خب بیشتر پشت تلفن استفاده میشه به عنوان سلام خب بریم سراغ خداحافظ فکر کنم دیگه توضیحی راجب به سلام دیگه ندارم خب بریم سراغ خدا ای روز روز بخیر به عنوان خداحافظی در کل روز استفاده میشه چه رو در رو چه پشت تلفن استفاده میشه شما در هر ساعتی از روز میتونید صحبتتون رو با ایگونلر خاتمه بدید و به جای خدافز ازش استفاده بکنید ای آکشاملار یعنی اصر بخیر ولی خب آکشام ساعت تاریکی اول شب رو میگن یعنی مثلا فرض کنیم ساعت 6 هوا تاریک میشه تا ساعت 11 دوازده آکشام محسوب میشه دقیقا معنی اسب خیر رو نمیده ولی ای خدا خداحافظی هستش که معمولا در اون ساعت از شبانه روز استفاده میشه بعضی ها شنیدم مثلا شب خیر میگن مثلا ای جلر میگن ایگ جلر رو فقط قبل از خواب میگن یه نفر بخواد بره تو رخت خواب میگه ای یه جلر معمولا اصرها یعنی اصر به بعد تا شب برای خدافزی از ای اکشام استفاده میکنن چه رو در رو چه پشت تلفن گروشروز 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 یعنی میبینیم همدیگر رو گر یعنی ببین گروشروز یعنی میبینیم همدیگر رو گروشمک اوزره گروشمک اوزره به امید دیدار گروشمک یعنی دیدار کردن ملاقات کردن اوزره به معنای امید نیستش و معادل فارسی هم نداره گروشمک اوزره یعنی به امید دیدار رسمیتره میتونید در موارد رسمی ازش استفاده بکنید گله گوله خب گوله گله کلمه ای هستش که برای خدافزی استفاده میشه ولی گوله گوله رو کسی استفاده میکنه که داره بدرقه میکنه یعنی داره جواب خدافزی رو میده یعنی داره دیگه اون شخص رو بدرقه میکنه که بره اگر شما شخصی هستید که خدافزی رو داره شروع میکنه نگید گوله گوله اون وقت انگاری دارید به طرف مقابل میگید برو خوش اومدی خب گله گله یه جورایی تو زبان فارسی جایگزین خوش اومدی به معنای خدافزیه اگر شما خدافزی رو شروع میکنید بگید گله گله زشته بده درسته که حالا شاید چیز کنن که بگن حالا خارجی نفهمید و این حرفا ولی اگر ترکیتون در حد خوبی باشه و چه میدونم طرف مقابلتونم حواسش نباشه که شما خارجی هستید بگید گله گله بد برداشت میکنه فکر میکنه دارید بهش میگی یاله برو اینه که اگر دارید بد رقی میکنید بگید گله گله و یا اصلا نگید گله گله چون این روزا دیگه زیاد استفاده نمیشه گروشمه از همش بهتر خب بریم سراغ بعدی هادی اپتم یعنی می بوسمت و یا همون اپتم یعنی می بوسمت فعل در زمان گذشته هستش اونو کار نداریم اینو پشت تلفن زیاد استفاده میکنن که بخوام میگن دیگه خداحافظ بعدش هم میگن بای 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 که همتون میدونید بعد رو در روز زیاد استفاده نمیکنم به عنوان خداحافظی استفاده میشه که پشت تلفن باشه کندینه ای باک یعنی مواظب خودت باش کندین یعنی خودت ای e, یعنی خوب باک یعنی مراقبت کن که ای e, به مخففشه این هم حالت اسمسی شه یعنی تو اسمس کسی اینو نوشت منظورش خداحافظیه کندینه ایی باک آلت در مکالمه هم استفاده میشه یعنی رو در رو خدافزی هم بکنید هم میتونید استفاده بکنید پشت تلفن هم میتونید استفاده بکنید مورد بعدی الله اسمارلادک این کلمه سختیه معمولا اینجوری هم گفته میشه آلاس مارلادک این یعنی در امان خدا و هم گفتنش سخته هم یه حالت خیلی مذهبی داره خیلی خانواده های مذهبی استفاده میکنن از این شاید اصلا نشنوید و یا توی سریال های مذهبیشون این رو بشنوید الله ها اونم یعنی در امان خدا الله ها یعنی به خداوند امانت امانت اول باش یعنی در امان خدا باش این هم یک حالت خدافزی مادرانه داره بیشتر مادرها به بچه هاشون میگن و یا میگم حالت یه خدافزی داره اشخاص مذهبی بیشتر استفاده میکنن و این حرفا مثلا شما برگردید به مدیرتون چه میدونم یه حالت رسمی نداره بعدا برگردی به مدیرتون بگید الله امانتون خنده داره خب یولون açık اولسون این هم موقع خدافزی استفاده میشه یعنی راهت هموار باشه یول یعنی راه جاده یولون یعنی راهت اچیک یعنی باز اولسون یعنی باشد یولون açık اولسون یعنی ایشالله کارت همیشه رو به راه باشه ایشال هیچ مشکلی پیش نیاد و این حرفا کال و یا کالن به معنای خداحافظ است یعنی خوب خوش هشچا یعنی به خوبی و خوشی کال یعنی بمان کالن حالت جمع رو داره اگر اون کسی که باش خداحافظی میکنه یه نفره کال اگر چند نفره چند نفر هستن؟ خوش کالن. یه بار دیگه میگم. خوش کالن. خب. اینم از خدافزی فکر کنم همه چی رو گفتم. حالا اینجا حالت اجازه گرفتن رو میخوایم مثلا توجه کسی رو جلب کنیم اجازه بگیریم یه چیزی بگیم وسط حرفش بپریم چه میدونم صداش بزنیم پاردون پاردون این ببخشید هم میتونید به جای ببخشید هم استفاده کنید هم به جای ببخشیدی که واسه اجازه گرفتن استفاده میشه واسه توجه جلب کردن استفاده میشه که مثلا بگید ببخشید میشه یه لحظه یه چیزی بگم یا مثلا ببخشید میشه رد بشم اونجاها میتونید از پاردون استفاده بکنید خیلی کلمه کاربردی هستش با کار با کارمسنز یعنی میشه یه لحظه نگاه بکنید با کارمسنز رو معمولا در رستوران ها بخواید گارسون رو صدا بزنید استفاده میکنید و یا چه میدونم تو خیابون بخواید یه نفر رو صدا بزنید مثلا کیف پولش افتاده میخواید صدا بزنید با کار می‌کنید بعد مثلا هر کی اونجا هست برمیگرده شما رو نگاه میکن اینم برای اجازه گرفتن و یا توجه کسی رو جلب کردن میتونید استفاده کنید مساعده ادر میسینیز مساعده ادر میسینیز خب مساعده از کلمه عربی مساعده میاد اجازه دادن کمک کردن مساعده ادر ادر یعنی اجازه میدید اه... که اینم باز همه جا میتونید استفاده بکنید خیلی اه... کاربرد داره معدبانه هم هستش اه... اینطوری مثلا استفاده میکنید که فرزن اجازه میدید رد بشم یا اجازه میدید یه چیزی بگم یا مثلا میشه برید کنار اونجا میتونید از مساعده ادر میسنید استفاده بکنید ایزین وریر میسنید این هم یعنی اجازه میدید یا خب. یعنی اجازه میدید ایزین وریر میسینیز به من اجازه میدید هستش ولی خب میساعده در میسینیز قشنگتر و معدبانه تر و رسمی تره این ایزین وریر میسینیز یه خورده بیشتر وسط دعوا استفاده میشه ولی خب یعنی مساعده در میسینیز رو خودم شخصا ترجیح میدم پیشنهاد میکنم شما هم ترجیح بدید خب میساعد نیزله یعنی با اجازتون ایزنی نیزله با اجازتون تو فارسی وقتی مثلا میگید با اجازتون مثلا میرم دیگه یه همچین چیزی اونجا بخواید استفاده کنید همینجا هم همینطور استفاده میکنید میساعد نیزله یعنی که با اجازهتون من دیگه میرم حادی بانا مساعده اگه کسی گفت هادی بانا مساعده منظورش اینه که میخواد بره بگه با اجازتون میخوام برم اینم معنیش اینجوریه با اجازتون من میرم خب بریم سراغ بعدی خب بعدی احوال پرسیه نسلسن یعنی چطوری نسلسنز یعنی چطورید حالت جمع و یا حالت احترام داره به یک شخص اگر بخواید بگید از نسل استفاده میکنید یه بار دیگه میخونم نسل سنز. نهابر یعنی چه خبر معمولا اینو سری که میگن نابر گفته میشه تو اسمس ها نه بره اگر دیدید منظورشون همینه و تو همون تلفظ سریع هم معمولا گفته میشه نابر یعنی نهابر زیاد به گوش نمیخوره نیاپیورسون و یا نیابتن یعنی چی کارا میکنی؟ منظورشون همون ناسلسنس هستش مرا با ناپیورسون بعد مرابا با ناپیورسون بگه منظورش چه خبرها چه کار میکنی چطوری در قسمت جنوب ترکیه هم من اخیرا یکی دو سالی متوجه شدم از نیابتن استفاده میکنم برای منم جای تعجب داشت مثلا بعد اول پرسی میگفتن نیابتن یعنی چی کار کردی از لحاظ گرامری یعنی چی کار کردی ولی منظورشون همون چه خبر چی کار میکنی بود منم یه برمیگشتم میگفتم من هیچ کاری نکردم والا هیچ کاری نکردم طرف یه جور چپ چپ نگاه میکرد که خب من پرسیدم چه جوری هستی نپرسیدم چه کار میکنی این هم تو قسمت های جنوب ترکیه استفاده میشه گفتم که بدونید اگر بعد مرها با نیابتن کسی گفت دوستانی که در قسمت های جنوبی ترکیه زندگی میکنن بدونن که منظور یعنی چطوری ولی بله خب معمولا نیا نیا پیورسون رو در کل منطقه ترکیه تو احوال پرسی استفاده میکنن یعنی پشت سر هم میگه ناپیورسون نابه با... پشت سر هم اینا رو میپرسن خیلی هم متداول هستش مورد بعدی جواب دادن به این احوال پرسی هستش ایم ساولون ایم ساولون ایه یعنی خوب، ایم یعنی هستم، این یه هم بین این دوتا حرف صدا دار اومده. سا یعنی سلامت، اولون یعنی باشید. خوبم، سلامت باشید. ایم، سا اولون. تشکر ادارم. متشکرم، تشکرلر. متشکرم. بعضی وقت میگن ایم شکر، سیز نسلسنست؟ یعنی شکر خدا خوبم شما چطورید سعی کنید سیزناسلسنز رو حتما بعد از جواب دادن بپرسید من شخصا یادم میره بعد به اینا بر میخوره میگم مثلا من حالش رو پرسیدم و حال من نپرسید اینه که سعی کنید یادتون نره یعنی سعی کنیم یادمون نره منم سعی میکنم که یادم نره معمولا جواب میدم من میرم ولی خب معدبانش اینطوری هستش که حتما بپرسید سیز نازل سنز کنم که یادم نرم اوکی خب این هم اشانتیون بدم سیزی گردم ده ای اولدم سیزی گردم ده ای اولدم یعنی شما رو دیدم بهتر شدم خب اینم از اون تعارف کشگیهایی که میگن حالم خوب بود شما رو دیدم بهتر شدم و این حرفا اینم از اون تعارفاتیه که بعضی وقتا خودشون دارن شما هم بگین خوششون میاد خب دوستان امیدوارم این ویدیو تونسته باشه تمام اطلاعاتی رو که راجب احوال پرسی میبایستی یه نفر بدونه رو بهتون داده باشه امیدوارم تونسته باشم تمام نیازهای فرهنگی این مورد رو بهتون تقدیم کرده باشم خوشحال میشم این ویدیو رو لایک بکنید منت بذارید لایک بکنید سابسکرایب بکنید جای دوری نمیره و این ویدیو رو تا هر چقدر که میتونید شیر بکنید. این ویدیو رو به هر کسی که میشناسید بگید. که یک سری سوء تفاهم هایی که در حین احوال پرسی خیلی از خارجی ها باش مواجه میشن رو از میان بردارید حالا این ویدیو واسه ایرانی هاست و افغان های عزیزمون کلا فارسی زبان های عزیزمون خلاصه شعر بکنید که این مشکلات فرهنگی همون اول بسم الله به وجود نیاد چیز دیگه ای که میخواستم بگم یادم نمیاد دیگه چی میخواستم بگم اه خب آها روی تلفظاتون خیلی دقت بکنید اگر خب این ویدیو مرتب شاید تکرار نمیشه تلفظای من رو زیاد مثلا گوش بکنید همین کلمات رو یادداشت بکنید کلماتش رو تمام این جملات رو حفظ بکنید حتی اگه قرار شما یکی دو تاشون فقط استفاده بکنید بقیه رو حتما یاد بگیرید چون طرف مقابل شما خودش انتخاب میکنه که چه کلمه ای رو بگه و شما باید متوجه باشید اونا چی دارن میگن بهتون یادداشت بکنید حفظ بکنید هر موقع هم که خواستید توی گوگل ترنسلیشن بنویسید اونجا هم تلفظاش استاندارده حتما روی تلفظاتون دقت بکنید خیلی مهمه که درست تلفظ بکنید چطور یه نفر با لحجه ترکی میاد فارسی حرف میزنه خنده دار میشه با لحجه فارسی هم ترکی حرف میزنید یه مقدار خنده دار میشه اینه که هر زبونی رو با اون لحجه خودش یاد بگیرید رو تلفظاتون دقت بکنید تمریناتتون رو بیشتر بکنید موفق باشید